و خبری از بحرین معترضان به صدور حکم اعدام برای شیعیان بحرینی در مناطق مختلف این کشور تجمعات مسالمت برپا کردند تجمع کنندگان با سردادن شعارهای اقدامات ضد مذهبی حکومت بحرین و فشار و ظلم علیه شیعیان از طریق محاکمه آنان با اتهامات بی اساس را محکوم کردند چهار سازمان حقوق بشری نیز در بیانیه‌های جداگانه تایید حکم اعدام سه فعال شیعه بحرینی را محکوم کردند این سازمان ها از حکومت بحرین خواستند این افراد را آزاد کنند زیرا از آنها در زیر شکنجه اعتراف گرفته شده و محاکمه شدند این سازمان ها همچنین خواستار بازگرداندن تمام بحرینی هایی شدند که از آنها سلب تابعیت شده است اکثریت جمعیت بحرین را شیعیان تشکیل می دهند اما شیعیان در این کشور به عنوان شهروند درجه دو محسوب می شوند و حتی برخی از آنها از موقعیت اجتماعی قابل قبول برخوردار نیستند.